بنده فیروز فرمان‌فرمانیان، هنرمند، نقاش. به زندگی من در اسپانیا خوش آمدید. السلام علیکم، خوشحال شدیم، خواهش میکنم بیایید تو. خوشحال شدم اومدید خونه من، اینم سگم آقای پپیتو. اگر ببینید خونم یه شبیهتی با خونه های ایران داره. بله، چرا؟ برای اینکه هزار سال اینجا مسلمونا بودن، مثل وقتی که اومدن به ایران مسلمان ها اومدن و اینجا هم موندن و آرشیتکتوریشون هم موند. ولی اگر خوب فکرشو بکنیم، وقتی که عربا اومدن ایران این آرشیتکتوری ما رو گرفته بودن تا اینجا آوردن. خب اگر برهیم توی باهای الهامبرا در گرانادا یا بهترین آرشیتکتورای اسلامی الاندلوس اندلوسی های اسپانیا، خیلی شبیهت با ایران داره و خیلی هم کیفم اینجا زندگی کردم. فامیلمون که خانواده فرمان‌فرمایان از قاجارها هستیم که قبل از پهلوی‌ها دیگه از 125 سال شاهای ایران که قاجار بودن. وقتی که بچه بودم تهران یادمه که هر صبح میرفتم مادر بزرگم میدیدم با یه نقاشی و مادر بزرگم میگفت اه چه قشنگه فیروز، با یه دوباره دو بیای فردا یکی دیگه. آه فرداش میرفتم یکی دیگه میکشیدم و از اسبها، از سگها، از هر چی که تو باغ بود میمادم بهش نشون میدادم و همینطور همیشه بود میکشیدم. پدرم همیشه چوگان بازی میکرد، میدونی یه کلاب چوگان داشت در یه ده مرادآباد که خیلی جایی قشنگی بود که به همه با دوستاناش اونجا جمع میشدن. وقتی که اومدیم اسپانیا پدرم یه چند تا اسب دوباره با خودش داشت و من رسید که دوباره اینا رو بکشم و داشتم اینو میکشیدم. همینطور وقتی که خودش میرد با اسبا من اونجا میشنستم و میکشیدم. یه روز پدرم اومد منو دید، گفت ای پسر اینا که بد نیستن، بیا با من بریم یه چیزایی برات بخریم. رفت که چیز رنگ برای من خرید، تابلو برای من خرید و زدم به کار. کم کم زدم به فروختن این تابلوهای چوگان و تا که رسیدم پاریس یکی از اولین فروختن خیلی مهم من در آکشن هاوس دوو فروختم، نمیدونم 17 سالم بود. یه ماه پیش در مراکش یه نمایشگاه باز کردم در موزه مراکش که از این تابلو سه تابلوی دیگه از این سری نشون دادم. اینم چهارمیه که نفروختیم، برای که خانومم نخواست که اینو نشون بدم، برای که نخواست که بفروشم. این عکس یه فکر میکنم یه خانم کرد، یه عکسی که گرفته بودن در 1902 یا 1898 موقعی قاجارا. و این چیزی با این عکس اینه که این خانوم نمیدون کیه، هیچ وقت نمیتونیم بدونیم که. فکر کنم یه موقعی که داره عروسی میکنه، خب یه روز شاید روزی عروسیشه. و این فکر که داشتم وقتی که این تابلو رو کشیدم اینم بود که این زنهایی که توی داستان ایران هستن که هیچ وقت از اونا که نمیدونیم، مثلا که توی سایه موندن، که اونا شاید بهترین داستانهای هنر مملکت داشته باشن. در 2009 شروع کردم توی کانتمپری آرت، توی ابسترکشن کارهای که داشتم میکشیدم. از اونجا پیدا شد که یه آقای اسمش گلانه روزخوش که اولین گالریست منه، خیلی باش دوست شدم و اولین نمایشگاه به من داد. قیمت رو خیلی بالا گذاشته بود، خیلی نه ولی بالا.
بهش گفته بودم چرا؟ گفت نه همینطور باید کار کنید که شاید دو سه سال طول بکشه که بفروشی، ولی وقتی که فروختی دیگه به یه قیمت بالا فروختی یه راست. و همونطور شد. بعد از این دیگه زدم به نمایشگاه در دبی با فاندیشن ماجیک آف پرژا و چند دفعه با اونا نمایشگاه دادم در دبی. رفتم نیویورک بعد از این و لندن نمایشگاه دادم که کم کم دیگه همه فکر کنم خیلی از ایرونی هایی که توی هنر هستن دیگه از من شنیدن. بله. اینا دیوارهای قلعه تاریفا هستن که مسلمان‌ها اینا درست کرده بودن قبل از که اسپانیولی‌ها اومدن بیرونشون کردن و دیگه از اون موقع این دیوارها اسپانیولی هستن. قوم اولین مراکش اسمشون بربرن. این بربرا قبل از مسلمان‌ها اونجا بودن. خب یه قوم خیلی خیلی زرنگیه که با همیشه بوده و وقتی که مسلمان‌ها اینا رو گرفتن اونا دیگه خیلی مسلمان هم شدن بعد از 2000 فکر کنم 200 سال و همه سرهنگایی که اومدن اسپانیا گرفتن بربر بودن. این تعریفا اسم یکی از این سرهنگاست. خب رسیدیم به تای دنیا. زمانهای قبل از که امریکا رو بشناسن اینجا تای دنیا بود که اتلانتیک شروع میشه، مدیترانه همینجا که میبینی دیگه تموم میشه، جلوش اونور آفریقا. برای یه آدمه که دیگه بی مملکت شد چه جای بهتری رفتن. موی بایی Sit. Good boy. توی کارم میتونی المانتای مختلف پیدا کنی. یه وری یادگار هست. اون ورش کارم که خیلی الهام گرفتم از طبیعت. چرا؟ وقتی که بچه بودم خیلی میرفتم توی موزه های امپرسیونیست پاریس و از اونجا خیلی این رنگ های آرتیست های امپرسیونیست و تمام زندگی با من موندم. توی کاراشون یه رنگ‌هایی می‌بینی که تو طبیعت هم می‌بینی. این امپرسیونیست‌ها تو خونه پدر بزرگم همیشه کتاب متاب بود، می‌دونی وان گوگ و ریخته، وان گوگ و مونه و همه اینا اونجا بودن. وقتی که بزرگ شدم پدر بزرگم انقدر این امپرسیونیست‌ها رو دوست داشت که همش این تعریف امپرسیونیست بودن، ولی با من مون این رنگ‌های مونه، این رنگ‌های کیبوت، این رنگ‌های وان گوگ همیشه روی پالتم موندن. پدر بزرگم عبدالعزیز فرمان‌فرمایان بود دیگه، آرشیتکت استاد آزادی تهران که همتون میشناسید، خودش درست کرد. از اون تیپ آدم بود که وقتی یه چیزی میخواست این چیزو دیگه یه روز میشد. من که وقتی رسیدم که کار دانشگاه رو تموم نکردم، ول کردم. وقتی که دانشگاه رو ول کردم توی داشتم آرشیتکتور میخوندم در بازار پاریس، پدر بزرگم اصلا دیوونه شد. گفت اصلا تو که بلدی، اصلا نقاشی رو بلدی، آرشیتکت درجه یک میشی، چرا این کارا رو میکنی؟ چرا ول کرد؟ گفتم پدر بزرگ من که فهمیدن ماتماتیکس و فیزیک ندارم که بتونم برم جلوی انجینیر بشم، برای یه پروفسور آرشیتکتور بشم. نمیفهمم. من فقط دوست دارم بکشم که فقط با دلم چیزا رو همینطوری بیارم بیرون. و من دیگه گفت از این خونه برو بیرون. و من رو بیرون کرد، داشتم نهار میخوردیم. گفت پسر بیاده، گفت برو بیرون. و گفت رفتم بیرون. چند سال از اون موقعی که دیگه یه حرف نزدیم تا که پدرم اومد و گفت بابا پسر برو پدر بزرگ ماش کن. رفتم ماشش کردم. خب ولی هیچ وقت دوباره دیگه با هم که نتونستیم دوباره خوب راحت دوست باشیم. خب نه، برای اینکه هر وقت من نگاه میکرد میدیدی که حالش بد میشد که چرا این پسر مثل من آرشیتکت گنده نشد. از این به بعد بله یه جنگی بود. یه میدونی وقتی که توی خانواده اینجوری هستی پدر مادرت یه چیزی از تو میخوان. من
من یه فکر هنرمندی داشتم که برای خودم بود، نه هنرمندی که همینطور برم کلاسیک برم نقاشی در دانشگاه یاد بگیرم. نمیخواستم به راه خودم برم. این هم میخواستم بهت نشون بدم، برای اینکه قبل از که به طبیعت رسیدم توی کار ابسترکتم، توی کارهایی که خیلی با آرکیتکتور دیگه کار داشتن، نه که آرکیتکتور رو خوندم و ول کردم، وقتی که زدم به اولین تابلوهای من توی ابسترکت آرت، یه راست این استراکچرهایی که یاد گرفته بودم توی آرکیتکتور اومدن بیرون. ولی این موقع این تابلو رو میکشیدم، به اسمشون بود جانک سپیس. جانک سپیس برای اینکه یه آرکیتکت مدرن هلندی اسمش رم کول هست یه کتاب نوشت اسمش جانک سپیس. میگفت که همه این داستان ماها که داریم میریم جلو توی مدرنیته، هر وقت میریم جلو آشغال دیگه درست میکنیم، با این آشغال میشیم یه کالچر آشغال، میشه که هرچی که درست کنی، خونه درست میکنی، هرچی که درست کنی یه آشغالی ازش در میاد. خب اینم بهش میگفت جانک سپیس. من فکر کردم که خیلی فکر خوبی بود و همه این فکرم تو این تابلوها بودن که 10 تا کشیده بودم. نصف سال در تاریفا باد داریم، اوکی، ولی باد مفصل، و وقتی که باد میاد من اینجا میام و تمام روز کار میکنم. و یه چیزی میگن تاریفا، میگن که توی باد یه برقی هست و این برق تو رو میتونه یه کمی دیوونه بکنه. خب من خیلی این داستان رو دوست داشتم. رنگ باد چی هست؟ سوال خوبیه نه؟ رنگ باد چی هست؟ و به این فکر افتادم و فکر کردم این رنگش باید این برقش باشه و همینطور این تابلو رو کشیدم. رنگ برق باد. همیشه وقتی که میام خودم میشینم با طبیعت، یه چند تا کاغذ میگیرم، یه چند تا رنگ میگیرم و میزنم به کشیدن. همینجوری فکرام میان روی کاغذ و با رنگ کار میکنم، اتیود درست میکنم که شاید توی فردا یا پس فردا یا هفته دیگه یا سال دیگه یه تابلو ازش تر بیارم، یا یه ایده‌ای باشه که ازش تابلو در بیارم. شیرین نشاد نمایشگاه داد امسال در وینیز بیناله و یه خانوم اینتروداکشن برش نوشت، گفت این آرت تبعیدیه. چه بگم؟ فکر کنم که کارم، نه که ایرون خیلی همیشه توی دلم مونده، ولی آرتم واقعی شده آرت تبعیدی، باید گفت. فکر کنم که اگر فکرشو بکنم یه تیکه چرا هنرمند میشی غم خوردن داره، میدونی یه ناراحتی هست که خودتو نگاه میکنی و میگه حرفی میخوای بزنی از این ناراحتی. این ناراحتی بعد دیگه از موقعی که دنیا اومدم، 4 سالم بود از ایران در اومدیم و این غم همه داشتن میخوردن، همه ناهارا، همه شامها با همه های پدر بزرگم که حکی با دوستاشونو همش دیگه حالشون بد بود دیگه با این ناراحتی دیگه بزرگ شدم. فکر کنم که این هنرمندی اومد یه دستی به من داد که حالم بهتر باشه. بعد کود بود اینم دریای اتلانتیک. اینم یکی از بهترین تابلوهای سال پیش و یکی از تابلوهای خوبی هستند که از طبیعت حرف میزنه، که چند تا امریکا فروختم، چند تا دارم نشون میدم الان در آلمان و انشالله با گالری ستاره در دوسلدورف میخوایم نمایشگاه باز کنیم سال دیگه. یه آرتیست دیگه هم که خیلی دوست دارم سعی تومبلی این کار میکرد که میخوام با این طبیعت بتونم توی فکر ابسترکشن یه استیل درست کنم. وقتی که مشکل پیش اومد با پدر بزرگم، یه 7 سالی شد که برای خودم بودم، که رای خودم گرفتم.
که خیلی کم پول داشتم که فقط با هنرم پول در می اومدم. چند سال طول کشید تا که برسم خوب بفهمم این تمم چی بود، این تم یادگاری، تا که پدر بزرگم فوت کرد 2013 تو فکرم بود ولی کارشو نکرده بودم. و وقتی که این سری عکس وقتی که فوت کرد به من رسیدن، با همین اینم یکی به من رسید، من خودش بود، این عکس‌ها رو کیدم، یه دو سه تا عکس عجیبی بود از پدر خودش دیگه، به پدرش عبدالحسین فرمان فرمان میرزا بهش میگفتیم شازده. خواستم از شازده یه پورتریت بکشم به یادگاری پدر بزرگم. همون موقع یکی از پسر خاله‌های من که امریکا زندگی کنه، یکی از فیلم‌های قبل از انقلاب پیدا کرد که همون تابستون‌هایی که می‌رفتیم شمال با فامیل نشون میداد. اینقدر من خوشم اومد این داستانی که بفهمم که باور کن که سال نمیدونم یه سال قبل از انقلاب داشتیم اینقدر میخندیدیم جلوی دریا که سالی بعدنش دیگه همش از ما دیگه کار برای ما تموم شده بود. اینقدر این دل ناراحتیه که توی خودم داشتم، خودم فهمیدم وقتی که اینو دیدم، خب که کشیدم یه عکسش از این فیلم درآوردم و تابلو کشیدم ازش. و این تابلوها شیرین توکریان که یه گالریست تهرونی خیلی معروف یه نمایشگاه به من داد نیویورک. باور کن که نیویورک، چند تا از واشنگتن اومدم، ایرونیایی که اونجا زندگی میکنن، و وقتی که تابلوهامو دیدن حالشون بد شد، گفتن خیلی تابلوهای عالی هم ولی حالمون دیگه بد میشه وقتی که میبینیم، برای اینکه دلمون میگیره. اول خوب نمیفهمیدم چی بود که من اذیت میکرد، چی بود که میخواست از خودم بیاد بیرون. این یادگار شد آرتم، شد هنرم کم کم، ولی خیلی کم کم. اگر پدر بزرگم فکر کنم امروز هنوز زنده بود، فکر میکنم خوشحال میشد از کارم. توی دنیا کار میکنم، میدونی، نمایشگاه همه جا میدیدم و فکر کنم که خوشحال میشد. ولی اگر میامد تو آتلیه کار میدید، به میگفت اه فیروز بد نیست، ولی بیشتر باید کار کنی. بله. من شما رو آوردم بولونیا برای اینکه بولونیا همون پشت تاریفا هست و مثل تاریفا ولی کوچیک‌تره. خب کوچیک‌تر و داستانش بزرگتره. تاریفا درست کرده بودن زمانهای عربا. قبل از عربا تاریفا یه چیز کوچولو برای رومانا بود، ولی خیلی شهر کوچولو بود. شهر گنده این دوره ورا اسمش باولو کلاودیو بود که یه شهر رومانیه که فقط این خرابا موندن. این خرابا موندن از 1500 سال پیش طوفان اومد و این طوفان همه این شهر رو به هم زد دیگه، که همینطور موند. این طبیعت یه موقعی میرسه توی داستان دنیا که همیشه به آدما میگه نگاه کن تو که اینجا هستی، تو فقط خراب از کارت موند، من هنوز من که طبیعت هستم موندم. این طبیعت و این داستان یادگاری که با هم دیالوگ دارن خیلی به هنر من کار دارن. و میخواستم اضافه کنم که کارهای من از این چیزای اینجوری خیلی الهام میگیره. اولین یادگاری که دارم از زندگی خودم، همیشه داشتم میکشیدم، همیشه داشتم نقاشی میکشیدم برای مادر بزرگم. وقتی که توی خیابون فرشته در تهران زندگی میکردیم، بعد از این وقتی که فرانسه بودم، وقتی که اسپانیا پدرم بود، وقتی که اسب میکشیدم، بعد از این وقتی که بزرگ شدم و کم کم اومدم به آرت ابسترکت و امروز که رسیدم به کار روی عکس‌های قاجارا،
به شما بگم که همیشه کشیدم و فکر کنم که هر روزی که به من مونده تا که عمر دارم میکشم. خب غروب شد و شب شد و روز تموم شد. من خیلی روز عالی داشتم با شماها، انشالله که شما هم که روز خوب داشتید با من و به امید دیدار، خداحافظ.